به نام آنکه تنهایی شایسته است. سلام و صد ها درود خدمت شما. امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین و باز هم یک بار دیگه من فروزان کاکر با تقدیم نمودن برنامه مالگه در خدمت شما هستم. امید است که مرا همراهی کنین و امروز میخواییم که بر شما سمبوسه بسیار مزدار آماده کنم و پیش از این کار مراغاز کنیم میریم با هم دیگه یک جا مواد لازم شاید داشت کنین دوباره برمیگردیم. مواد لازم برای سمبوسه سبزی پالک: سبزی پالک نیم کیلو، نوش پیاز نیم دسته، گشنیز تازه نیم دسته، مرچ سیاه یک قاشق چای خوری، نمک یک قاشق چای خوری، روغن به قدر ضرورت. که از قبل براتون خمیر کردیم چون به خاطر اینکه خمیر کم دم بگیره و آل خمیر به دو حصه تقسیم میکنیم. و آل نوش پیاز میده میکنیم در ابتدا و شما فواید نوش پیاز هم میفهمین که بسیار فواید داره و یک مزه خاص هم به غذا میده و غذا را هم خوشبو میسازه. و آل دیگه سر گاز میمونیم و به اندازه 30 میلی لیتر روغن داش اضافه میکنیم و آل نوش پیاز رو داشت اضافه میکنیم و نوش پیاز رو برای چند دقیقه یا برای چند لحظه میمونیم که سرخ شود و تا اینکه نوش پیاز سرخ میشه پالک توتا میکنیم و امروز از سبزیجاتی که ما سمبوسه می سازیم بسیار زیاد فواید خاص خود داره، به خصوص پالک که برای کم خونی بسیار زیاد مفید است. کسایی که کم خون هستند می توانند از پالک همیشه وقت استفاده کنند. و حالا پالک هم بالایش اضافه میکنیم و حالا گشنیز هم توته میکنیم
و حالا مسالاتش هم اضافه میکنیم. یک قاشق مرچ سیاه، یک قاشق هم نمک، و برای چند لحظه میمونیم شد تا اینکه البته سبزی پخته میشه. من خمیره را هموار میکنم. خمیر هم تقریبا آماده است و کم آرد برای اینجا میپاشم که خمیر میمونم. و به این ترتیب زغال دیگر هم آمار میکنیم و حرارت دیگه هم خاموش میکنیم چون آماده است. و به قسمی که زغال اول هموار کردیم به این قسم زغال دوم هم هموار میکنیم. و خمیر هم آماده است. تختی آشگاز البته دور میکنیم به خاطر اینکه کار خود راحت تر کنیم.
و حال سبزی را به سر خمیر می‌گذاریم. و خمیر دیگر و بسیار هایستگی برایش میگذاریم. والا خمیره اضافه تمام شد، دور میکنیم ازش. والا تخم مرغ مشکنیم. بعد از او تخم همراه شیر حل میکنیم. تخم مرغ هم مخلوط شده و قالبه که از قبل چرک کردیم روش بسیار کم میگذاریمش. و روی سمبوسا را با همین تخم که لذت زدیم چربش میکنیم کاملا. و حالا در روشان کمی سیاه‌دانه مندازیم. و سیاه‌دانه را به خاطر خوش طعم شدنش هم اضافه میکنیم و همچنین نگفته نمونه که بسیار فواید زیاد داره، به او خاطر هم دهش اضافه میکنیم.
حال سمبوسه را در داخل داش میمانیم تا یک آماده شود. و ما همین لحظه هم سمبوسه را از داش بیرونش میکنم. دوستای عزیز، نگفتن نمونه، بسیار یک بوی خوب داره. شما هم میبینید شکلش یک بسیار یک شکل خوب و هم به خود گرفته. و بسیار یک سمبوسه مزه‌دار دوست عزیز در وقت کم آماده شد. شمایی که سمبوسه را زیادتر دوست دارین میتونید همیشه وقت برتان آماده بسازین و بسیار وقت کم و با مزه خاص. و ما اینا را با مرچ دلمه و گشنیش تزین میکنم و شما خواسته باشین میتونید از هر ترکاری استفاده کنید، فرق نمیکنه. و سمبوسه هم کاملا آماده شده. خدا کنه که برنامه هم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. و تا برنامه بعد و تا دیدار بعد، همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار، وقتتان خوش، همیشه لبخند.